دیگه خبری از واردات رسمی و بزرگ با گارانتی و خدمات پس از فروش آیفون 13 ها گلکسی اس 23 های سامسونگ و خیلی پرچمدارها و خیلی گوشه های بالای 600 دلار نخواهد بود گمرک واردات رسمی گوشی های موبایل بالای 600 دلار از سال آینده ممنوع خواهد شد. رئیس کل گمرک اعلام کرده که از سال آینده واردات گوشی های بالای 600 دلار ممنوع خواهد شد. این در حالیه که انجمن واردکنندگان گوشی موبایل اعلام کردن در سال گذشته سهم گوشی های بالای 600 دلار در بازار تنها 5 درصد بوده. اطلاعاتی که براتون میخونم به گفته خیلی از خبرگزاری های رسمی و آنلاین ایرانیه. سال گذشته نمایندگان مجلس عوارض 12 درصدی رو برای واردات گوشه های موبایل بالای 600 دلار در نظر گرفتن که این بودجه برای سال 1401 حذف شده. حالا خبر رسیده که سال آینده هم واردات گوشه های پرچمدار ممنوع خواهد شد. البته این شامل واردات رسمی و عمده میشه موردی که هست واردات گوشی به صورت مسافری و رجیستری اون آزاد خواهد بود اما دو تا نکته رو باید در نظر بگیرید نکته اول اینه که هیچ نوع گارانتی و خدمات پس از فروشی شامل حال گوشی تو نمیشه نکته دوم مگه چه تعداد گوشی مسافری نسبت به تقاضای بازار وارد میشه پس اگر این اتفاق بیفته و اجرایی بشه نسبت به تقاضای مردم و میزان واردات افزایش قیمت بسیار سنگینی رو برای گوشه های بالای 600 دلار خواهیم دید به طوری که خریدشون غیرمنطقی خواهد بود نکته ای که هست ارز اختصاصی یافته برای واردات گوشی در دسته پرچمداران از سهم کلیه بازار نسبت به گوشه های دیگه بیشتره ولی نکته مهم اینه که کاربر حقشه که گارانتی دریافت بکنه و خدمات پس از فروش دریافت کنه در جهت یادآوری شهریور 1399 هم همین خبر اومد با ممنوعیت واردات گوشه های بالای 300 یورو که خیلی هم خبرش در سراسر سر ایران پیچید ولی اتفاق نیفتاد اما طوری که خبرگزاری ها الان اعلام کردن گویا ممنوع شده و تصویب هم شده امیدوارم هر آن چیزی که خیره اتفاق بیفته حداقلش اینه که الان فکر کنم رکود بازار از بین بره و خیلی از گوشه ها سریعا به فروش برن به سبب اینی که افزایش قیمت خواهند خورد من ده هستم و هدفم از این ویدیو پوشش خبری این موضوع بوده ولا غیر در کل امیدوارم هر آن چیزی که خیره به راهمون بیاد ارادتمند شما اهورانیازی